سمعتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در بخش اول بحث یک سلسله مقدمات را به عنوان مقدمه بحث عقاید خدمت شما عزیزان به عرض رساندیم. در جلسه سوم یا درس سوم هستی و انسان را از منظر اسلام به بحث گرفتیم. عرض شد که از نظر اسلام و در جهان بینی اسلام انسان دارای کرامت هست و علاوه بر اون انسان موجودی است مسئول و انتخابگر و آینده درخشانی در انتظار انسان است. به این معنا که با همه شکست‌ها و مشکلاتی که بشر داشته است و دارد، روز اهل فضیلت و حق و حقیقت بر جامعه بشری حاکم خواهد شد. در رابطه با هستی هم یک سلسله نکات را در درس سوم به استحضار شما عزیزان رساندیم. از امروز به یاری خداوند سبحان وارد درس چهارم و وارد بخش دوم بحث ما خواهیم شد. بخش دوم بحث ما در رابطه با خداشناسی هست. در خصوص خداشناسی مناسب هست که در اولین درس این موضوع یک سلسله نکات را به عنوان تاریخچه بحث خدمت شما عزیزان به عرض برسانم. آنچه که از گزارش ها و کتاب های تاریخی و کتاب های اسما آسمانی و احادیث و روایات استفاده می شود، این نکته هست که اصل اعتقاد به وجود خدا در گذشته تاریخ بشر در نزد اقوام و ملل مختلف امر کاملا شایع و فراگیر بوده است. به این معنا که اقوام مختلف، دانشمندان گوناگون، طرفداران مکاتب فکر مختلف در گوشه گوشه کره زمین اصل وجود خدا را به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته بودند. مشکلی که بودن تصوراتشون از خدا، احیانا تعریفی که از صفات خدا داشتن، از علم خدا داشتن، از قدرت و حکمت خدا داشتن، تصور و تعریفاتشون تصور ناقصی بود. مشکل عمده انبیا هم در همین راستا بود. در حقیقت انبیای خداوند در این جهت اصرار نداشتند که انسانها را به اصل وجود خدا قانع کنند. مشکل عمده انبیا در این جهت بود که برداشت بشر از صفات خدا، از علم خدا، از قدرت و حکمت خدا ناقص بود. انبیا کوشش میکردند که انسانهای زمان خود را معتقد به عالم آخرت سازند. انبیا کوشش میکردند که فرامین اخلاقی و قوانین در صحنه زندگی بشر حاکم باشد. بنابراین اصل وجود خدا تا حدود امر مسلم و نیازمند به تبلیغ و دعوت نبوده است.
همینجا برای اینکه این بحث به اثبات برسد، وقتی به تاریخ قبل از میلاد برمیگردیم، یک سلسله دانشمندان مشهور در اون زمان داریم، از جمله خود ارسطو که متوفای 384 یا 383 قبل از میلاد هست. در تصورات این مرد بزرگ در رابطه با خدا، اون چی که نقل شده است، ایشون معتقد به وجود خدا بوده است، منتها تصوری که داشتن این بود که خدای سبحان خالق نیست، عالم از اول بوده است و برای همیشه خواهد بود. بنابر این نقش خدا چیز جز محرکیت نیست. به عبارت دیگر باید پشت سر مجموعه کائنات چیز به عنوان محرک باشد و اون محرک عبارت هست از ذات خدای سبحان. در رابطه با ارسطو لذا نقل شده است که شون محرک غیر متحرک را از برجسته‌ترین صفات خدای سبحان می‌دانستند و همین ارسطو معتقد بود که خدا قابل پرستش نیست، خدا برایش مقدور نیست که به داد ما و شما برسد. اگر خدا را پرستش بکنیم، خدا را عبادت بکنیم، از خدای سبحان کمک بخواهیم، هیچ کار از دست خدا بر نمیاد. خدا مشغول فکر کردن هست و فکرش هم چیزی جز در ذات خودش نیست. اینها نکاتی است که در رابطه با افکار ارسطو از بعضی کتابهای تاریخی استفاده می شود. کسانی که اهل تحقیق باشند می توانند به کتاب مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی صفحه 81 به بعد، تألیف آقای رضا برنجکار، و یا کتاب معروف تاریخ فلسفه جلد 1 ترجمه دکتر مجتبوی و کتابهای دیگر مراجعه بکنند. شبیه این افکار را شما در میان بزرگان یونان در امثال سقراط و امثال اونها هم میبینید. بنابراین پس اصل وجود خدا را حتی در قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام ما و شما آثارش را میبینیم. در میان مسیحیت به صورت طبیعی اینها اهل ایمان به خدا بودند، اگرچه کلام مسیحیت هم نتوانست تصور کامل و صحیحی از خدای سبحان ارائه نماید. از این مرحله که بگذریم، پس از قرون وسطا یکی از دانشمندان معروف دوران رنسانس که بازم همه ما و شما کم بیش اسمش را شنیده ایم، گالیله هست. گالیله متولد 1564 میلادی و متوفای 1642 میلادی، از علمای قرن 17 میلادی است. وقتی تصورات این مرد را در رابطه با هستی و خدا مطالعه میکنیم، ایشون عقیده داشتند که جهان مجموعه از اتم هاست. همه پدیده های جهان از حرکت ها و ترکیب های گوناگون این اتم ها تحقق میابند. به عبارت دیگر، بر اساس فکر گالیله، خدای سبحان فقط اتم ها را آفریده است. وقتی خدا اتم ها را آفرید، بعد از خلقت اتم ها دیگر خدای سبحان هیچ تدبیر و هیچ نقشی در اداره این عالم ندارد. اینها نمونه های از افکار دانشمندان بزرگ هست. همین نکته را در کتاب علم و دین ترجمه آقای بهاءالدین خرمشاهی صفحه 37 به بعد ما و شما میبینیم. پس ببینید حتی در این دوران اخیر بعد از رنسانس هم کسانی مثل گالیله این افکار را داشتند. اگر گالیله را نادیده بگیریم، بعد از ایشون نیوتن هم شبیه همین فکر را داشتند. اون قضیه ساعت و ساعت ساز در افکار نیوتن معروف هست. ایشون معتقد بودند که کائنات و ماسوالله و هستی را خدای سبحان آفریده است، همان طوری که ساعت ساز ساعت را خلق می کند. وقت ساعت ساز ساعت را خلق بکند، بعد از پیدایش و تولید ساعت دیگر ساعت هیچ گونه نیازی به ساعت ساز ندارد. جناب نیوتن معتقد بودند که همین رابطه بین خدای سبحان و این کائنات حاکم هست. خدای سبحان این عالم را آفریده است.
خدای سبحان این عالم را خلق کرده است، ولی همین که خلق کرد بعد از خلقت دیگر عالم هیچ گونه نیازمندی به خدا ندارد، بلکه برای خدای سبحان هم مقدور نیست که تصرفی در این عالم داشته باشد. اگرچه در بعض گزارش ها آمده است که خود نیوتن معتقد بود که احیانا ممکن است خدای سبحان یک سلسله تصرفات جزئی در هستی داشته باشد. در هر صورت خود تبیین این افکار، بررسی این افکار بیشتر از این، همه شما عزیزان می دانید که مجال بیشتر از این را می طلبد. در هر صورت گزارش گونه این مجموعه مباحث را خدمت شما عرض می کنم. افکار گالیله و مجموعه دانشمندان قرن 17 و 18 میلادی در اروپا باز در همان کتاب آقای بهاءالدین خرمشاهی نقل شده است. از مجموعه گزارش ها انسان مطمئن می شود که در قرن 17 و 18 میلادی تقریبا بیشتر دانشمندان همین فکر را داشتند، یعنی معتقد بودند که خدای سبحان عالم را خلق کرده است، یعنی اصل خدا وجود دارد، ولی در تدبیر عالم، در اداره عالم، در مقدرات عالم خدای سبحان هیچ گونه نقش ندارد. اگر در منابع آسمانی کتابهای وحیانی مراجعه بکنیم، مثلا در خود قرآن کریم میبینیم که در عصر بعثت در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرکین جاهلیت عرب اون روز اصل وجود خدا را قبول داشتند، میپذیرفتند که این عالم خدا دارد، این عالم خالق دارد، اما در توحید مشکل داشتن، در ربوبیت مشکل داشتن، در تشریع مشکل داشتن و به عبارت جامع صفات خدای سبحان را اونطوری که حقش هست یا درک نکرده بودند یا باور نداشتند. لذا هست در قرآن کریم وقتی ما و شما قرآن را میبینیم، مثلا در آیه شریفه سوره عنکبوت آیه 61 داریم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگر از آنان بپرسی که آسمان ها و زمین ها را چه کسی آفریده است و خورشید و ماه را چه کسی مسخر کرده است، خواهند گفت که اینها کارهای خدای سبحان هست. بعد در ادامه قرآن می فرماید: فأنا يؤفكون، پس چرا گمراه می شوند؟ به کجا گمراه می شوند؟ آیه دیگری که باز در همین راستا هست آیه شریفه: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون. اگر از مشرکین و از کفار شمای پیغمبر سؤال بکنی که آب را از آسمان چه کسی نازل کرده است و با این آب چه کسی زمین را پس از مرگ زنده کرده است، بازم اونها خودشان اعلام میکنن که اینها کارهای خداست. شبیه امین آیه آیات دیگر را هم ما و شما در قرآن کریم مثلا در سوره زخرف آیه 9 داریم. بنابراین از نظر معارف قرآنی و آنچه که از قرآن کریم استفاده می شود کاملا مسلم هست که باز اصل وجود خدا را عرب اون روز باور داشتند. نه تنها در رابطه با عرب اون روز، اگر سوره ابراهیم آیه 2 را مراجعه بکنیم، راجع به قوم ثمود و نوح و قوم عاد هم همین برداشت می شود. آیه شریفه را اگر مراجعه بکنیم، از جمله خود صاحب تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه ده سوره مبارکه ابراهیم، ایشون تصریح میکنن که مشکل پیغمبران اون زمان اصل وجود خدا نبود، امتشان، قومشان اصل وجود خدا را قبول داشتن. مشکل در رابطه با معاد، مشکل در رابطه با نبوت و مشکل در رابطه با فرامین و شرایعی بودن که انبیای اعظم برای مردمشون آورده بودن.
نه تنها مرحوم علامه طباطبایی، بعضی از مفسرین اهل سنت در ذیل آیه همین شریفه، آیه شریفه سوره دی مبارکه ابراهیم همین برداشت را دارند. بنابراین از مجموع گزارش های قرآنی انسان مطمئن می شود که در زمانهای گذشته و در زمان بعثت مجموعه اقوام و ملل اصل خدا را باور داشتند. اصولا اگر قرآن کریم را ما و شما ببینیم، قرآن کریم کمتر راجع به اصل وجود خدا دلیل آورده. بیشترین بحث قرآن، بیشترین مناظرات قرآن، بیشترین براهین قرآن در رابطه با صفات خدا مثل وحدانیت خدا و امثال اون هست. اصولا قرآن کریم یک آیه شریفه دارد که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، در سوره مبارکه ابراهیم آیه 10 با حالت استفهام انکاری قرآن می‌فرماید که مگر در وجود خدای سبحان شک هست؟ مگر وجود خدای سبحان نیازمند به بحث هست؟ لذا از نظر قرآن و از نظر شواهد تاریخی اصل وجود خدای سبحان در نزد اقوام و ملل گویا امر مسلم هست که نیازمند به بحث نیست. نکته ای که اینجا هست، از مجموعه این نکات به این نتیجه می رسیم که چه در میان ادیان آسمانی و چه در میان اقوام و ملل دیگر اصل وجود خدا اصل مفروض و مسلم بوده است. اختلاف اگر بوده است، مشکل اگر بوده است، انبیا علیهم السلام اگر مشغول تبلیغ بودند، بیشتر مشکلات انبیا در رابطه با صفات خدا و عالم آخرت و امثال اونها بوده است. اما اگر از این مرحله عبور بکنیم، مقایسه داشته باشیم میان برداشت قرآن و میان برداشت دیگران، به عبارت دیگر خدا در اسلام و در نزد دیگران، اگر یک مقایسه اینجا مقایسه مختصر انجام بدهیم، میبینیم که انصافا معارف قرآن کریم اینجا بیداد میکند. خدای را که قرآن کریم معرفی میکند، آفریدگار را که خدای قرآن کریم معرفی میکند، کاملا با گذشته تفاوت دارد. حتی بقیه ادیان الهی نتوانست خدای سبحان را اونطوری که باید و شاید در حد قدرت بشر برای انسانها معرفی بکند. عرض کردم کسانی مثل گالیلئو و نیوتن دانشمندان بزرگ زمان خود بودند. ارسطو آدم ساده‌ای نبود. امثال اینها تصورات بسیار ناقصی از ذات خدای سبحان و از صفات خدا داشتند. اما وقت قرآن کریم در میان بشر می آید، معارفی را مطرح می کند، خدا را جوری معرفی می کند، صفات را برای خدای سبحان مطرح می کند که کاملا کم سابقه و بی نظیر هست. خدای سبحان، اون خدایی که در قرآن کریم برای ما و شما معرفی شده است، اگر ببینیم واقعا بی سابقه هست. مثلا از آیات شریفه قرآن کریم کاملا استفاده می شود که خدای سبحان بر همه چیز دانا و بر همه چیز قادر و توانا هست. و هو بکل شیء علیم و الله علی کل شیء قدیر، سوره مبارکه حدید آیه 3 و سوره مبارکه بقره آیه 284. یا باز از قرآن کریم استفاده می شود که خدای سبحان به انسان از رگ گردنش نزدیکتر است و حتی وسوسه ها و تصورات نفسانی او را می داند. در سوره مبارکه قاف آیه 16 داریم ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. بازم از رحمت خدا، از غفاریت خدا در قرآن کریم مکرر صحبت به میان آمده است. در بیشتر سوره های قرآن کریم، یعنی اکثریت قاطع سوره های قرآن کریم با بسم الله شروع شده است و صفت رحمان و رحیم در تمام موارد تکرار شده است، جز در سوره توبه که اونجا ما و شما بسم الله را در اول سوره نداریم.
از اینها هم اگر بگذریم، در قرآن کریم راجع به خدای سبحان آیاتی داریم مثلا که او هیچ شریک و انبازی ندارد، نه در آفرینش و سلطنت، مثل آیه شریفه لا شریک له ولم یکن له شریک فی الملک، و نه در ربوبیت قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء، و نه در حکم کردن مثل آیه شریفه ان الحکم الا لله، و نه در شفاعت مثل قل لله الشفاعت جمیعا، و نه در هیچ کمال دیگر. از منظر قرآن کریم این هستی هر چی دارد تمام کمالات را از خدا گرفته است. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، که در سوره مبارکه فاطر آیه 15 به این نکته تصریح شده است. انشاءالله در درس‌های آینده و در جلسات آینده صفات خدای سبحان را بیشتر از این با هم بحث خواهیم کرد. خواستم یک مقایسه اجمالی میان معارف قرآن و برداشت دیگران، اعم از ادیان، اعم از دانشمندان، اعم از اقوام و ملل مختلف، در رابطه با خدای سبحان و صفات خدا داشته باشیم. خدایی را که اسلام معرفی میکند، قرآن معرفی میکند، بخشنده و مهرگستر هست، رحمتش بر غضبش غلبه دارد، دستش باز هست، دعا را اجابت میکند و بندگان خود را دوست دارد. خدایی که اسلام و قرآن معرفی میکند، 100% مقدرات من و تو دست او هست. الا الله تسیر الامور، در سوره مبارکه شورا آیه 53 این آیه شریفه هست که همه کارها، همه امور و همه مقدرات این عالم برگشت به خدای سبحان دارد. پس آنچه که در این عالم از ریز و درشت در هستی، در عالم حیوانات، در عالم بشریت، در هر کجای این عالم ریز و درشت آنچه که واقع می شود، تحت سلطه خدا و تحت تدبیر حکیمانه و تحت علم خدای سبحان قرار دارد. چیزی در این عالم نیست، چیزی در این عالم واقع نمی شود مگر اینکه خدای سبحان در رابطه با اون چیز عالم هست، او را اراده کرده است و بر اساس حکمت خدای سبحان آن چیز واقع می شود. این نکته بود که به صورت مختصر خواستم یک مقایسه میان معارف قرآن و بقیه معارفی که در دسترس بشر بوده است انجام بدهم. آخرین نکته ای که اینجا مطرح می شود، پس از آنی که ثابت شد که اصل وجود خدا در میان انسان ها اصل مسلم بوده است، این سوال در ذهن شما بیننده گرامی مطرح می شود. شما شنونده عزیز، احیانا این سوال در ذهنتون می آید که پس بشر اول یا انسانهای اولیه از کجا به این نکته رسیدن؟ اصولا چرا بشر به دنبال خدا رفت؟ چه چیزی باعث شد؟ چه عامل خارجی و عامل داخلی بشر را سوق داد که در رابطه با خدا و مبدأ آفرینش فکر بکند و به این باور برسد؟ در پاسخ به این سوال اینجوری میتوان عرض کرد، با توجه به اینکه هیچ پدیده در این عالم بدون علت نیست، پس این باور برای بشریت هم بدون علت نبوده است. اصل علیت کلیت دارد. احتمالات دیگری که دیگران مطرح کرده اند منطقی و قابل قبول نیست و ادله هم برای اثبات آن نداریم. بنابراین احتمال راجح اون چیزی که در ذهن آدم میرسد دو چیز میتواند باشد. یکی دعوت انبیای عظام هست، بالاخره در هر عصری، در هر زمانی و در هر مکانی یک سلسله پیغمبران میان بشر بودند. اینها انسانها را دعوت به خدا میدادند، به بشر میفهماندند که این عالم مبدع دارد و خدای دارد. لذا ممکن است که اقوام و ملل گوناگون در اثر تبلیغات انبیا پی به وجود خدای سبحان برده باشند. اگر این دلیل را کسی نپذیرد، بهترین دلیل دیگر در این راستا همون مسئله فطری بودن وجود خدای سبحان هست. انسانها فطرتاً کائلجو هست، انسانها فطرتاً در صدد جستجو هستند. انسان می خواهد
که علت و مبدأ همه چیز را از جمله این عالم را کشف بکند. لذا انسان‌های نخستین با توجه به این فطرت علت جویی که در اختیار داشتن، ناخودآگاه برایشون این سوال خلق می‌شد که ما از کجا آمده ایم؟ آفریدگار این عالم چی کسی هست؟ و به مرور زمان بعد از تحقیق و تفحص به خدای سبحان ایمان آورد و کم کم اعتقاد به خدا در میان بشریت رو به گسترش رفت. در همین جا این درس را جمع بندی میکنم. کل ما حاصل بحث ما این شد که اصل وجود خدای سبحان چه بر اساس جهان بینی ما و شما و چه بر اساس جهان بینی دیگران تقریبا امر مسلمی است. اگر چی بوده است در میان انسانها کسانی که اصل وجود خدا را انکار کردن و انشاءالله در جلسات آینده ادله اصل وجود خدا را هم در محضر شما عزیزان مطرح خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غالا یسار و استخف یمین بکیال کرنک لا یکاد یبین تجفا و تعبد و الضغائن تبتلی و الدهر یقسو تارتا و یلین.